دوست من سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. تو این ویدیو میخوام راجع به کندر باهاتون صحبت کنم، ببینیم که این خاصیتش برای لاغری به چه صورته و مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، به عزیزانتون بفرستید و چنل یوتیوبمون رو هم سابسکرایب کنید. یه توضیح کلی اول راجع به کندر بهتون بگم. بچه کندر یا همون شیوه خشک شده از درخت کندر هستش که معمولا تو مناطق گرم و خشک مثل عمان، یمن، آفریقای شمالی معمولا رشد میکنه. این ماده طبیعی به عنوان یک داروی خیلی قدیمی در زمانهای قدیم برای بحثهای لاغری، تقویت قوای جنسی، بهبود ضربان قلب و مسائل دیگه ازش استفاده میشد. یکی از خاصیت های کندر برای لاغری یکی این هستش که باعث افزایش متابولیسم میشه. کندر بچه ها با طبع گرم و خشکی که داره میتونه سوخت و ساز بدنتون رو بیشتر کنه و تو طب سنتی مخصوصا شخصی به اسم بوعلی سینا میگه روزانه جویدن چند دانه کندر میتونه به تقویت متابولیسم بدنتون کمک کنه و جلوی تجمع بلغم تو بدنتون میگیره که این باعث کاهش چربی و قند خون میشه و همین قضیه هم در نهایت باعث کاهش وزن میشه. دوم حسنی که داره تقویت عملکرد دستگاه گوارشه. کنده بچه با ایجاد حرکات روده‌ای به هضم بهتر غذا خیلی کمک میکنه و کسایی که بیماری مثل نفخ، یبوست، کولیک رو دارن کاملا این بیماری ها رو درمان میکنه و همچنین برای پیشگیری و کاهش گازهای اضافی توی نواحی روده هم خیلی کمک میکنه. از حسن بعدیش همونطور که بهتون گفتم برای درمان یبوست هم ازش استفاده میشه. وقتی که افزایش دفع اتفاق میفته خب همون قضیه هم واسه کار کردن شکمتون و درمان یبوستتون میشه. در مقابل با استرس خیلی خوبه، چون که بچه ها کندر کسایی که معمولا بیخوابی دارن یا به خاطر مشغله کاری که دارن استرس خیلی زیادی رو تو محل کارشون تجربه میکنن، به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی که داره استرس رو کاملا از بین میبره و تو مدیریت کردن و کنترل استرس و کاهش وزن کلا نقش فوق العاده ای داره. خیلی ما تو ممکنه این سوالو بپرسین خب چطوری ما حالا کندر رو برای کاهش وزن استفادهش کنیم؟ معمولا میتونید به صورت دمنوش ازش استفاده کنید که کافیه که یه قاشق چای خوری کندر رو با یه لیوان آب جوش با هم دیگه ترکیب کنید. آب جوش رو توی ظرف بریزید، بعد کندر رو بهش اضافه کنید، هلوش 15 تا 20 دقیقه بذارید که دمنوشتون کاملا بچه دم بکشه و بعد اونو میلش کنید. یه نکته مهم بهتون بگم، اگر دنبال کاهش وزن هستین تحت شرایطی شکر یا نبات رو به دمنوشتون اضافه نکنید. علاوه بر اثرات لاغری که کندر داره بچه ها به بهبود عملکرد ریه‌تون و همچنین برای درمان یه سری بیماری های تنفسی هم ازش استفاده میشه. یه چند تا نکته خیلی مهم بهتون بگم. بچه‌ها مصرف کندر رو باید خیلی مراقب باشید، چون که عوارض جانبی داره. برای اکثر افراد مصرف کمتر از 1000 میلی گرم کندر در روز بی خطر، اما دوزهای بیشترش ممکنه باعث سوء هاضمه، یبوست و حالت تهوع بشه. برای خانم‌های بادار اصلا توصیه نمیشه، موجب تداخل هورمون ها میشه. و یادتون باشه اگه سابقه پزشکی دارین حتما قبل از مصرف با پزشک خودتون مشورت کنید. در صورت تایید از سمت دکتر میتونید اونو میل کنید. یادتون باشه بچه کندر با یه سری داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین تداخل داره و همچنین با داروهای ضد التهابی غیر استرویدی مانند ایبوبروفن هم ممکنه تداخل داشته باشه. لطفا اینا همزمان با همدیگه استفاده نکنید و امیدوارم که با خوردنش کاهش وزنتون رو حتما پیدا کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد، مفید بود، حتما لایک کنید، برای عزیزانتون بفرستید. اگر شما هم کندر استفاده کردین حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت واسه من بنویسید که تجربتون چی بوده و حتما چنل یوتیوبمون رو هم سابسکرایب کنید. مرسی.